از این که 3 ماهه اول حاملگی بسیار سرنوشت ساز هست، بسیار سرنوشت ساز هست برای ساختار بچه کوچولو. و من خدمت شما عرض کنم که برای سلامت مادر، برای اینکه ممکن اتفاقات بیفته در داخل جنین، رحم و در روحیات مادر تأثیرات بکنه. ما بسیار مواد مترشحه داریم از قدرت مترشحه داخلی، از پروژسترون و استروژن و همه چیز، و اگر خدای نخواسته یک بچه بمیره در داخل رحم، ترشحات تاکسیک سمی که چقدر برای مادر مضر هست این چیز. یعنی مادران ما واقعا در لحظات حاملگی خیلی لحظات خاصی رو طی میکنن، خیلی خاص، هر لحظه در حال یک تغییر. دستور بعدی ما این هست که شوهران باید حتما مهربانی رو سرشار در لحظات حاملگی ارائه بدند، مهربانی رو به کلام، مهربانی رو سوال میکنن که بگیم یا نشان بدیم. پاسخ من این است که هر دو. گاهی اوقات نشان میدیم ولی گویا نیست. وقتی که میگیم خیلی قشنگ، دوست داشتن رو. و خواهش میکنم این احساس رو به مادر نشون بدید، نه مثلا شکم این خانم رو ناز کنید که بچه من این توی. یعنی مادر احساس کنه که این پدر این بچه رو میخواد. واقعا ما مادر رو ترجیح میدیم. بیان مهربانی و عشق در لحظات حاملگی عالی ترین پیامی است که میشه به خانم داد، عالی ترین پیام. نکنه خدای نخواسته مثلا کلمات بدی، نازیبایی، یک کنایاتی، استعاراتی ما در این روزها داشته باشیم. برای پیشگیری از بعضی این فرم اتفاقات میشه که اگر هیچ نداریم سکوت کن، اگر هیچ نداریم بگیم سکوت کن. ولی واقعا مهربانی یک عامل و یک فاکتور بسیار مهم در ریلکسیشن یک مادر هست که رحم راحت بازه. این قفس کوچکیست که باید باز و راحت باشه که بچه توش رشد کنه، و نه اینکه عصبانی باشیم ببنده. وقتی مهربان هستیم تمام این محفظه خوب کار میکن. پدران میتونن این کار بکنن. درباره سایر افراد چی میگیم؟ مادر، خواهر، برادر، جاری های شما چطور؟ جاری های شما که بعد 30 سال هنوز بچه دار نشدند چه احساساتی دارن؟ البته مردم دور اطراف ما احساسات مختلف داره، و ما که نمیتونیم با یک چنین نشستی یا با چند سیدی و نواری در سراسر مملکت همه مردم رو ترین کنیم، آموزش بدیم. شماها آموزش میبینید. و من واقعا خیلی خوشحالم که از 72 میلیون جمعیت تعداد قلیلی دارن حضوراً این آموزش ها رو میبینن، و من چقدر آدم خوشبختی است. مادران خیلی عوامل مهمی هستن در دوران حاملگی، عوامل مهم برای اینکه اونا اونا مهربانی هاشون به خاطر تاریخ بیشتر به دل ما میشینه. یک خانوم 28 سال با مادر زندگی کرد، با شوهرش 1 سال 2 سال. اون حتی وقتی ما رو نگاه میکنه میگه عزیزم، ما خیلی خوشحال میشیم برای اینکه صدای او رو میشنسه. بنابراین حضور یک مادر برای خانوم در لحظات حاملگی حضور مبارکی است، واقعا حضور مبارکی است. حضورش اصلا بدون اینکه هیچ کار بکن، و البته کلامش. خواهر همینطور. زنان خانوادی ما مهمتر و مؤثرترند در این احساس آرامش تا مردان خانوادی ما. مردان خانوادی ما بیشتر پدر یک خانم، اون احساسش خیلی قشنگ. ما پدران احساس خوبی به نوه هامون داریم، خیلی احساس قشنگ، و به دخترمون و به عروسمون. میدونید که ما پدران خیلی عروسامون رو دوست داریم. مادرای این دور زمانه هم خیلی عروساشون دوست دارن، ولی ما خیلی خاص هستیم. وقتی اختلافی، مسئله، چیزی پیش میان، معمولا پدر شوهرانتون پارتیتونه. پدر شوهران خیلی نگرشون دارین و پارتیتونه.
مادر شوهرها خیلی نازنینن، خیلی، ولی گاهی از روی مهربانی میبینن که یه اشتباهی داره یه عروس خانومی انجام میده، مجبورن تذکراتی بده. و این تذکرات برای عروس خانم‌های جوان ما به معنای دخالت آمده، چی آمده. دخالت زیاد نیست، این از روی مهربانی حرف میزن. ولی پدرها در اینجور لحظات تذکرم نمیده، سکوت میکنه، هیچ نمیگه. به خانمشون میگن بذارید ترکاری میخوان بکنه، جوانه. این آرامشیست که در یک مرد هست. و اگر مردان نبودن، زنان همش جوش میزده، همش جوش، یک پارچه جوش. مرد های زن آروم ترند، خیلی اتفاقات میفته، مثلا هیچی نمیگن، میگن صبر کنید درست میشه، اینا جوش نزن. بنابراین این فضای مهربان خونه از طریق مادر، شوهر، سایر اعضای خانواده به یک زن این آرامش رو میده که یه ذره بشینه، یه ذره فکر کنه، یه ذره بخنده، یه ذره بخوابه. ما میخواهیم او رو آرام کنیم. در همین رابطه همه اتفاقات بزرگ طبیعی خطرناک است. میدانید زلزله مثلا باعث سخت میشه، جنگ باعث میشه که ما مونگولیزم داشته باشیم، داون دیزیز، استرس های بزرگ بسیار خطرناکه، ترس. اگه بشه باید مثلا یه فضای آرامی درست کرد، اگرم نشد که دیگه دست ما نیست. موضوع بعدی که از طرف مردها جزء تکالیفشون هست، کیر و توجه. مردهای مملکت ما یه رد کوچولو داره، این که کیر نمی کنه، توجه نمی کنه، جز شانسنامه ما نیست. زنان ما همه شاکی هن. میگن این مرد اصلا نمی فهمه، کیر نمی کنه، توجه نداره. توجه به این که خانه تغییر کرده، که خانه تمیزه، که هیچ نیست، خاک نیست، که لباس قشنگی پوشیدنشون، که آرایش قشنگی کرد. مرد زیاد توجه نداره. و این رو ما باید انقدر تکرار کنیم، انقدر با هم بگیم، یک کمی مثلا توجه ما زیاد بشه. به زنهای ما قصه میخورند. آخه اشکال در اینه که تا یک فامیل میاد، دختر خاله میاد، فوری توجه داره. پس این آدم توجه بلده. و این رو یک زن میفهمه خیلی خوب. ما مردها هم میفهمیم. وقتی ما رو تحویل نمیگیرید قصه میخوره. بعد میبینیم داداشت اومده داره سرکلش بالا چهار تا ماچ گنده میدید، خیلی قصه میخوره. آب ماچ داده بلدم. خیلی برای ما مهم است کیر و توجه از طرف شوهران بیشتر. موضوع بعدی در سه‌ماهه اول حاملگی یه نوع احساس کمک، سپورت و حمایت در همه چیز میخواییم. مثلا کار خونه، بعضی کارهای خانم حامله نباید بکنه واقعا. کمک به مردو، این رو از مردان خواهش میکنم که کمکاشون ادامه بدن، در آن که زنانشون جوان بمونند، سرحال باشه. وقتی ما هی از زن توقع داریم که این کار اون کار اون کار بکنید و بعد میگیم بد این کار رو کردید، اونا خیلی خسته میشن. آدم چند کار میتونه بکنه؟ هیچ تشویقم نمیکنه. سپورت یا حمایت پدیده است که در سلامت روان ما خیلی نقش داره. احساس کنیم کسی حامی ماست. انقدر ما خسته شدیم که این حمایت رو از خداوند میخواییم. شب روز میگیم خدای تو مواظب ما هستی، حواست هست. گاهی اوقات شما پشت کسی، شانه کسی رو دست میزنید، این کافی، احساس حمایت است. دعاش از خون داره رد میشید، خانمتون رو میچرخونید، این اصلا این حمایته. شما نگاه میکنه که چه دستای مهربانی. ممکنه تنه هم بزنیم رد شیم، اون میفهمه که سایر موجودات آمدند. ولی وقتی ملاتفتی داریم احساس میکنه که شرم بود. خیلی آسونه اصلا دادن حمایت به کسی، خیلی آسونه. و بالاخره بیان حمایت که من هستم، میتونی به من تکیه کنی، روی من حساب کنی.
و بعد میدونید ما مسئول این کلمه هستیم، باید روی ما وقتی حساب کردن ما حساب کردنی باشیم. این سپورت، حمایت. مردم خیال میکنن که حمایت های ما اقتصادیه. من برای شما بگم که خیر، عاطفی است، بیشتر عشق است. اقتصادی کارش میکنی. آقایان اگر هیچ ندارن روز تولد خانماشون بدن، یا روز سال روز ازدواج، یا لحظات معنیدار دیگری، لااقل زنانشان رو ببوسند. بگن آقای طلب شما باشه تا وقتی ما اضافه کار گرفت، نه اینکه خودشون بزنن به اون را. امروز است؟ بله امروز است دیگه. بعضی ها خودشون میزنن به اون را و آدم میفهمه که ایشون میدونه تاریخ دارن، دفتر داره، امروز است چیه؟ میتونید بگید که امروز تولد شماست، خیلی مبارک باشه، ولی آخر شب میتونید خونه همه جا بسته بود، فردا شب میریم با هم شام میجایی، که اوشون بدونن که شما میدونید. این آنست لی صداقت بودن ما، صادق بودن ما خیلی مهم است واقعا. دستورات بعدی اتکال به اتصال ماست به اعتقادات ما، بسیار مهمه این قضیه. وقتی شما داره اعتقاداتی هستید آرامترید از اونایی که اعتقاداتی ندارند. ما ریسرچ کردیم، تحقیق کردیم. آنان که اعتقاداتی دارند آرامترند، نماز دارند، سجاده دارند، اونها دعا دارند، دلشون خوش است. بعضی مردم هیچ ندارند، هیچ باوری ندارند، تنسن معموله. مردمی که اعتقاداتی دارن خیلی آرام ترند. تمامی اعتقادات مذاهب مختلف در آرامش یک زن حامل خوبه، اگر اون مسیحی کلیمیه، اگر زرتشتیه، اگر مسلمان، هرچی. هرگز جلوی اعتقاداتشون نگیرید. اگر شما با کسی زندگی میکنید که مذهب او رو ندارید، ریلکس باشید، بذارید او دین خودش داشته باشه، اعمالش انجام بده، شما هم دین خود، بس نکنید با هم.